بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که خدمت هستالی هستیم، فرمایشات حضرت عالی به این مرحله رسید که پس از همه کسب فیض از محضر اساتید محترم، به ویژه افرادی که خیلی مهم و شاخص بودن، حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی و مرحوم آیت الله عظما روحانی، در خصوص اون تمایزی که در مورد مکتب نجف و قم وجود داشت که در محضر این اساتید بر اساس منش و سبک نجف حضرت عالی کسب فیض کردید، اما به دلایل مختلف تشخیصتون این بود که مکتب قم بهتر تمایز بیشتری داره و اولویت داره. در این خصوص اگر بفرمایید من تشکر می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، از نظر ما به این نتیجه رسیدیم که مکتب قم، که حالا این مکتب برگرفته از مکتب اصفهان هست و از آراء فقها و بزرگان قبل از شیخ انصاری مثل وحید بهبهانی، این حائز اهمیت بسیاره. ولو مکتب شیخ فی نفسه گرانقدر، مکتب شیخ و شاگردان ایشون که تا عصر ما امتداد پیدا کرده، ولی نکات بارزی در کلمات قبل از شیخ هست که از اونها نمیشه غفلت کرد و حوزه نیاز دارد به تدقیق و تعمق در مورد اونها. و مهم این است که امروز حوزه قم بزرگترین حوزه دنیای اسلام هست، ولذا ما تلاشمون این هست که این حوزه به معنای واقعی در دنیای امروز جوابگو باشه در همه رشته ها از جمله فقه و اصول. و این جوابگویی زمانی هست که ما اوج تحقیق رو بتوانیم طی بکنیم در همه زمینه ها و اوج کار و تولید فکر رو و تولید علم رو. و این ممکن نیست جز با رسیدن به آراء همه بزرگان. حتی مکتب شیخ هم آرایی داره که قابل بسیار اهمیته و ما باید اینها رو بررسی بکنیم و آراء قبل از شیخ. ولذا این نکته‌ای که من عرض کردم در مکتب اصفهان، تمام هدف این است که ما نزدیکترین راه را به بیان اهل بیت و بیان وحی پیدا بکنیم. و روایاتی که ما داریم، این روایات یک ذخیره بسیار فوق‌العاده و میراث عظیم در دست ما. این نیست که تا گفتن فقه روایی، ارزم به حضورتون که ما بگیم پس غیبت نداره فقه قرآنی. قرآن متضمن احکام زیادی نیست و این میراثی که ما داریم در حدیث قابل مقایسه با هیچ مذهب دیگری نیست، حتی از نظر کمیت، حالا فضلاً عن الکیفیه، و اینکه اینها چجور به دست ما رسیده و چه استحکامی در طریق اینها دارند. ولذا اون نکاتی که مرحوم آقای بروجردی مورد بحث قرار میدادن و مورد توجه قرار میدادن که ما بپردازیم به تاریخ هر روایت، زمینه صدور هر روایت، این بسیار حائز اهمیته. این که ما ببینیم امام این مطلب رو در چه زمان و در چه ظرفی فرموده و در مقام تعرض به کدامین فتوا و کدامین قول از قضات و فقهای اهل تسنن، خب این خیلی حائز اهمیته. همونطور که در رجال و اسانید ما کار زیادی داریم، به خلاف مکتب شیخ که اصلا روی رجال تکیه ندارند و مرحوم آقای خویی هم این مقداری که پرداختن یک استثناء بوده در این مجموعه، ما در رجال و در اسانید و در طبقات کارهای بسیار مهمی داریم، کارهای نشده‌ای داریم، کارهایی داریم که قبلا مورد توجه و عنایت واقع نشده. که مثلا برای مثال مرحوم آقای بروجردی نسبت به اسناد صدوق خب خیلی مطلب داشتن. مشکل ما در کتاب‌های صدوق که فقط من لایحضور نیست، کتاب‌های دیگر صدوق هم اینه که حتی مشایخ بلاواسطه صدوق در کتب رجالی ما اسمشون هم ذکر نشده، اصلا شناخته شده نبودن و اینها روایات بسیار
مهمی هست برای ما که ما باید راه پیدا کنیم برای شناخت اینها، راه پیدا کنیم برای تصحیح اینها. اینها مسائلی است که خب در مکتب اصفهان مطرحه و مثل مرحوم آقای بروچردی پرداختن. بنابراین ما با توجه به این که بزرگترین حوزه دنیای اسلامه و زمان هم متوقف نمیشه، عصر ما با 10 سال گذشته بسیار متفاوته و 10 سال آینده ما مسائل بسیار جدیدتری خواهیم داشت و لذا ما یک اصول محکمی باید در حوزه بنیان بگذاریم که جوابگو باشیم. و این فقط به فقه و اصول هم مربوط نمیشه. ما الان در طول تاریخ شیعه هیچ وقت دشمنی با این اقتدار مثل وهابیت که این همه امکانات رو به کار بگیره برای شبه افکنی نداشتیم، ولی این شبهات رو ما مبارک میدانیم. اما در این حال باید توان جوابگویی رو در خودمون حفظ کنیم، ابتکارات رو در کلام و در مسئله امامت بالا ببریم. مرحوم میرحامد حسین، مرحوم آقای امینی، این بزرگانی که بودن کارهای خودشون رو کردن، اما همه کارا انجام نشده، کار نشده زیاد ما داریم. مکتبهای دیگری هست که ما میتونیم فقط تکیه روی قرآن بکنیم جدای از حدیث، یا دلیل عقل رو به کار بگیریم در مسئله امامت. اینا مسائلی است که علی ای حال ما باید روش بررسی بکنیم با افراد مختلف، مثلا با آیت الله عظما وحید خراسانی این موضوع رو مطرح کردید. به هر حال بله، زمینه های مختلف مطرح شده. به هر حال آقایون از دیدگاه خودشون و سلیقه خودشون به این مهم میپردازن، اما به هر حال نظرات مختلف دیگه طبعا. ولذا یک رسالتی در حقیقت باید برای خودمون در این حوزه قائل باشیم برای اطلاع علمی. و نکته‌ای که من دارم به اصطلاح در مورد حوزه که بارها هم گفتم، ما ملتزم به نظام اسلامی هستیم، اما توجه داشته باشیم حوزه در مقام پدر هست و انقلاب ولید حوزه است. ما جوری نشه که انقلاب برای ما تعیین تکلیف بکنه، حوزه باید پدری بکنه نسبت به انقلاب، انقلاب رو حفظ بکنه، اما ایدئولوژی رو ما باید تأمین کنیم و بدیم. ولذا ما باید در اوج فعالیت حوزوی و قدرت حوزوی خودمون حرکت کنیم و این مهم امکان نداره مگر اینکه در حوزه علمیت معیار باشه. انقلابیت خوبه، اما علمیت در حوزه مطرحه، یعنی تقدم افراد بر اساس ملایی باید باشه، رشد افراد بر اساس ملایی و زحمت باشه. این هست که حوزه رو اوج میده. اگر ما بیاریم معیارهای دیگر رو ملاک قرار بدیم، علمیت از اعتبار میفته. اینو بهش توجه داشته باشیم. یک کسی هر درجه از انقلابیت هم که داشته باشه اما ملا و اهل فهم نباشه، نه تنها کمک برای ما نیست، بلکه اقداماتی که میکنه اقداماتی است بر ضرر نظام شیعه و نظام اسلامی. حضرت علی، تعریفتون الان چون موضوع به اینجا بحث اینجا رسیده، از حوزه انقلابی اون وقت به چی من اینو عرض کردم؟ من اینو در بعضی از مصاحبه ها عرض کردم که انقلاب، خب در دنیا انقلاب یعنی دگرگونی. این دگرگونی ما نمونه های مختلفی داریم. انقلاب اکتبر شوروی رو داریم، انقلاب کبیر فرانسه رو داریم، انقلاب کوبا رو داریم، انقلاب چین ماو رو داریم. خب انقلابی که ما میگیم اون انقلاباته، این که مسلم نیست. انقلابی که ما میگیم اسلامیته، و انقلاب اسلامیت باید هدف ما این باشه، بازگشت به اصالت های اسلامی، ارزش هایی که امیرالمؤمنین برای ما ترسیم کرده، ارزش هایی که رسول الله ترسیم کرده. و انقلابیت در حوزه هم باز به همین معنا هست، یعنی بازگشت به اون اصالت هایی که می توانسته امام پرورش بده، آقای بروجردی پرورش بده. ما در حوزه انقلابی به این معنا ترسیم می کنیم، حوزه ای که بتونه امام تربیت بکنه، بتونه آقای بروجردی، آخوند خراسانی، اینایی که منشأ حرکت بودن برای ما، میرزای شیرازی، از همین حوزه ها با همین اصالت ها به وجود آمدن. روی درس های آزاد بسیار تکیه داریم، ولذا یکی از کارهای ما در طول این سالیان 12 سال گذشته در مورد نشست اساتید که من یکی از سوالاتم نشست اساتید خواهد که این اصلا ابتدا
با عرضم بازی تحولی مسئله که در حوزه پیدا شد سر درس ها و بساط آغاز شد. جمعی از اساتید دور هم نشستیم صحبت کردیم و مرحوم آقای فاضل، مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی بسیار مشوق بود، مرحوم آقای مشکینی مشوق بود که این شکل گرفت. این برای همین بود که درس های آزاد رو حفظ کنیم. ما همه درس ها رو ببریم تو مدارس، یه مدیر مدرسه بشینه بگه تو بیا این درس رو بگو، تو بیا اون درس رو بگو، طلبه هم ملزم باشه در اون درس حتما شرکت کنه، جز اون درس هم قبول نشه، این میشه مثل دبیرستان، میشه مثل دانشکده. این حوزه نیست. حوزه این است که این طلبه‌ای که درس رو خونده وقتی فهمید ولو دیروز خونده، امروز بتوانه بیاد حوزه درسی تشکیل بده و درس بگه و میزان در اینکه صلاحیت داره یا صلاحیت نداره استقبال طلبه هایی است که میان در این درس و پیشش درس میخونن. این رشد میده به افراد. این حتی زمان بعدی هم نداره، ممکنه کسی در عرض 10 سال رشدی بکنه که افراد دیگه در 50 سال نتونن اون رشد رو بکنن. حوزه همینه. ولی ما رو درسای آزاد تکیه داریم. الان متاسفانه درسای آزاد از رسائل و مکاسب شروع میشه. ما از جامع المقدمات درس آزاد بخوایم، ما الان ادیب در حوزه نداریم، ما متخصص شرح لمعه نداریم، ما متخصص در متول و مختصر معانی نداریم در حوزه. هستن بزرگانی که مسلطن، اما کسی که بمانه فقط متخصص در این رشته، ما قبلا داشتیم خدا رحمت کنه ادیب نیشابوری که ما درسش میرفتیم در مشهد همین بود دیگه، تا آخر مونده بود، صاحب نظر تمام عیار بود. ما در حوزه ها اینجور احتیاج داریم، ما به حکیم احتیاج داریم، به رجالی اینجور احتیاج داریم، ادیب احتیاج داریم. ولذا این نشست که به قول معروف تا به امروز امتداد پیدا کرده و تقریبا قشر میانی حوزه، اساتید بزرگ حوزه رو در بر میگیره، بر اساس همین بود که حوزه باید تفکر مستقل داشته باشه. چون یک دوتا کلید واژه مهم در اینجا وجود داره، یکی بحث استقلال حوزه هست که حالا در اینجا من یک دوتا سوال هم خواهم داشت. بله. فعالیت نشست دوره‌ای رو چون فرمودید این رو بپرسم، پس نشست دوره‌ای یک فعالیت کاملا صنفی بود و برنامه دیگری برای فعالیت دیگه نداشت؟ ما برنامه سیاسی نداشتیم. یعنی حتی مرحوم آقای مشکینی سفارش میکردن بهمون که شما وارد قضای سیاسی نشید، چون جامعه مدرسین هست، شما فردا میخواهید فعالیت سیاسی کنید. خب اگر متهم بشه به اینکه خب نشست دوره ای قهر کرده با مسائل سیاسی با نظام، ببینید قهر نیست، ببینید ما حامی هستیم. اما یک مجموعه صنفی فرض فرمایید مسئله واقع میشه، انتخاباته، ما نظر بدیم، جامعه مدرسین هم نظر بده، نظرام همیشه یکسان نمیشه، چون ما از نظر در چه سطحی، در هر سطحی باشه، در هر سطحی باشه، ما نمیخوایم مخالفت با جامعه مدرسین بشه. ما نظام به اصطلاح نشست، نظام بالا به اصطلاح امروز دموکراسیه، یعنی از پایین هر کسی که سابقه موفق 5 سال تدریس سطوح عالی و خارج داشته باشه خود به خود عضو میشه، نسب نمیخواد که من نظر بدم این آقا باشه یا اون آقا نباشه. هر کسی سابقه موفق تدریس هم عبارت از این است که حداقل 10 نفر در درس شرکت کرده باشن، این رو با گذاشتیم به اصطلاح. خب کسانی با افکار مختلف بیان در این مجموعه و بیان، ما جلو نمیگیریم. و بعد کسانی که 25 سال سابقه این تدریس رو داشته باشن اونا حق رأی پیدا میکنن در یک مجموعه به نام نشست مشورتی، که این نشست مشورتی رو ما داریم در حوزه حدود 200-240 نفر حائز هستن، معمولا در جلسات ما 180-190 نفر شرکت میکنن، اکثریت شرکت. بله. اون وقت ما اونجا رأی گیری میکنیم اتاق فکرمون کیا باشن، دبیرخانه کیا باشن، یا در مسائلی مثلا بسیاری از سیاسیون از ما طلب کرده بودن در مجلس خبرگان گذشته ما ورود کنیم و کاندید تعیین کنیم. خب ما هم تسلط به این کار داریم، یعنی همه اساتید از بلاد مختلف هستند و موضوع خبرگان هم بحث کاملا شمون حوزوی است. عرضم به حضورتون که ما می توانستیم که از هر استانی افراد متعددیم، ما مثلا 15 نفر در نظر بگیریم، بعد اینها رو بیایم 10 نفر کنیم، 5 نفر کنیم، آخر عرضه کنیم.
لکن ما در اون نشستی که داشتیم و به چیزا رأی داده نشد، گفتن نه ما ورود نمی‌کنیم. ورود مستاقی، یعنی ورود مستاقی تعلیم. بله، نه ببینید، ما میگیم رأی بدید، ما در انتخابات ریاست جمهوری میگیم رأی بدید، حمایت از نظام میکنیم، از رهبری حمایت میکنیم، در مسائل مهم اظهار نظر میکنیم، اما ورود کنیم، چون ما ورود میکنیم جامعه مدرسین هم ورود میکنه، دو سنخ کاندید میشه، چون ما بر اساس رأی کار میکنیم. آقایون ممکنه مصالح دیگری در نظر بگیرن، توجه فرمودید، ولی صبر این که این دعیت پیش نیاد، از اول آمدن و این بزرگان به ما توصیه کردن، مثل مرحوم آقای مشکینی، مرحوم آقای فاضل، این دو بزرگوار میفرد، به خصوص مرحوم آقای فاضل خود شخصیت حوزوی تمام عیار و یه مرجع موفق بود، ایشون فرمودن ببینید شما غیر سیاسی باشید، نه ارزم بزرگتون که ضد سیاسی. ما ضد نیستیم، غیر سیاسی، یعنی در هر امری ما دخالت بکنیم، نظر بدیم، این کار رو نمی کنیم، اما این نیست که بی تفاوت باشیم، ما مدافع هستیم نسبت به نظام، اما ما در قضایای خطی و جناحی ورود نمی کنیم، حتی جناحی که با ما موافق تر باشه نسبت به افکار و تفکر ما، یه جناحی مخالف باشه. مثلا ما با اینکه تعیین رئیس جمهور بشه و کاندید تعیین بشه مخالف بودیم، صریحا هم اعلام کردیم که ما کسی رو در نظر نمیگیریم، اما معیار تعیین میکنیم برای مردم که میخوان انتخاب بکنن. با جامعه مدرسین هم در جد مخالفت کردیم که آقایون مصداق تعیین کردن، چون ما معتقدیم مصداق هر کسی که باشه کاستیهاش به پای روحانیت و جامعه مدرسین و حوزه نوشته میشه، نمیگن جامعه مدرسین، میگن حوزه. توجه فرمودید، این نظرات رو ما داریم. فرمودید در مسائل سیاسی و جناحی به اون معنای سیاسی ورود پیدا کنه، ولی خاطرم هست وقتی های روحانی انتخاب شده بودند، تشورده بودن قم، یکی از جلسات اساتید حوزه بودند. خب در اونجا پیشنهاد ارائه شد، حالا ممکنه پیشنهاد فردی باشه، ولی به هر حال در دیدار با اعضای نشسته دوره‌ای بود دیگه، اعضای منتخب سطوح عالی، پیشنهاد ارائه شد که ما آمادگی داریم حتی بحث تئوری، بحث نظری اعتدال را تعریف بکنیم، در که اگر همین کار رو دیگران در مورد دولت قبل انجام میدادن، ممکن بود از طرف دوستان متهم بشن به اینکه چرا شما دارید ببینید ما کار سیاسی میکنید. اعلام آمادگی نه فقط برای اونها، اونی هم که اونجا صحبت شد، ما به اصطلاح به خصوص اعتدال نبود، ما این نظریه رو داشتیم که ما الان نشستیم در حوزه، هر کدام از نهادهای حوزه نیاز داشته باشن به ما، ما در خدمتشون مهیا هستیم. فرض کنید سپاه، وزارت اطلاعات، چون ما در بحث اطلاعات فقه به اصطلاح اونجور که باید و شاید واضح نیست، کمک بخوان از ما، ما حاضریم. کما اینکه الان مدیریت حوزه بسیار طرح‌ها به ما عرضه میکنه که شما روش کار بکنید. حالا موضوع صنفی حوزه که مشخص بود در اونجا هم همینجوره، آقای روحانی هم همینجور، در قبال دولت قبلی هم این موضع بوده، یعنی بوده، اونا به ما مراجعه نکردن، مثلا آقای احمدی نژاد به شخص من مراجعه میکردن، اما به این که بیان با مجموعه ما قرار بگذارن و ملاقات بگذارن نکرده بودن، ایشون این کار کرد، یعنی هم با جامعه مدرسین قرار گذاشت، هم با نشست اساتید، و به ما هم پیشنهادهایی کردن، یعنی کمک‌هایی از ناحیه دولت، منتها ما متعهدیم کوچکترین کمکی خارج از مرجعیت نپذیریم، ما تمام هزینه هایی که داریم از ناحیه مراجع تأمین میشه. نشست دوره‌ای رو نشست دوره‌ای ما هیچ کمکی، ما الان نیازهایی داریم، ما برای اساتید وام اساتید مشکل داریم، نیاز به پول داریم، ما برای خانه سازی برای اساتید زمین میخوایم، بانی میخوایم، حالا بانی باید خودمون جور کنیم یا چیز، شرایط مملکت الان اینجور شده، یا فروشگاه میخوایم، فروشگاه تعاونی میخوایم، صنفی است که اصلا بدیهی است، ما کمک برای اینها هم از دولت وا نمیگیریم. آقای اظهار آمادگی هم در کردن. ادامه بحث استقلال حوزه میشه اگر اجازه فرمایید وارد بحث در مورد بحث استقلال حوزه ما وارد بشیم، تعریف شما از استقلال حوزه و روحانیت، فکر کنم اینجا خود باید فراتر از حوزه ببینیم. ما عرضم بزرگتون که حوزه ای که ما به عنوان حوزه مستقل میدانیم این است که دولت ها و حرکت های سیاسی نتوانن تأثیر گذار باشن در حرکت حوزه. مثلا الان این جناح سر کار آمده،
که کلن حوزه رو در اختیار بگیره که فقط در مسیر خودش کار بکنه و حرف بزنه و حرکت کنه، این با استقلال منافات داره. حوزه باید کار خودش رو انجام بده. حوزه از بالا نگاه میکنه، مقام ناظر. پدر فرزندش رو اگر کار خوب کرد تشویق میکنه، کار بد کرد توبیخ میکنه، گوشش هم میگیره میپیچونه. این واقعیته. حوزه مستقل عبارت است از حوزه ای که کار خودش رو تحت شعاع جناح بندی ها و سیاسی کاری ها قرار نده. ما باید در مسائل مختلف خیلی، ما عرضم به حضورتون که جهانبینی وسیعی رو در نظر داشته باشیم. مثلا الان ولایت فقیه که من اینو مطرح کردم، اینو با اساتید گفتم، در این مصاحبه ها هم گفتم، خب الان نظام ما مبتنی بر ولایت فقیهه. این که ولایت فقیه رو در حوزه ما منع کنیم از بحث کردنش، این اشتباه. باید بحث کنن، حتی مخالفت کنن، حتی اگر کسی هم نمیاد مخالفت کنه یا جرأت نمی کنه، خودمون تشویقش کنیم بیا مخالفت کن که شبهه مطرح بشه، که ما جوابگویی کنیم. این کار باید پویندگی داشته باشه، باید پیش بره. ما عرض کردم ما فقط در ولایت فقیه نیست که بنای حکومتمون، بنابر امور حزبی هم میشه ناین اینجور ترسیم میکنه. راه‌های دیگر هم ما داریم، مثل نظامات عقلایی، فقه القضا، موضوع خیلی مهمه. اینا باید بحث بشه. توجه فرمودید، این که ما بیایم بگیم شما در این محدوده قرار بگیرید لیس الا، این با استقلال حوزه منافات داره. ما الان در احکام قضایی میخوایم بحث کنیم. خب شما نظامی در قضا بردی، تصویب کردی، دارید اجرا میکنید، ممکنه این نظام از نظر من اشتباه باشه، من باید بحث خودم رو بکنم، آراء خودم رو داشته باشم و عرضه کنم حرفای خودم رو. شما فردا خواستید تجدید نظر کنید، در این مسائل هم باید ورود بکنید. استقلال حوزه مراد اینه. حوزه نباید تحت تأثیر نظام قرار بگیره. ولذا الان مثلا بنده اعلام مخالفت کردم که انجا که پول حوزه از دولت بگیره، این بودجه هایی گرفته میشه، مؤسسات از دولت بگیرن. خب یک اشکالی که به ما میکنن، به حقم اشکال میکنن، که این هزینه ای که ما داریم، سازمان خدمات داره، این خدمات و مرکز خدمات، این خود مدیریت حوزه، معاونت ها، رشته های تخصصی، کدوم مرجع میتونه بده؟ خب اینو صاف به ما میگن، این راسته. اما ما در مقابل جایگزین داریم، پیشنهادم کردیم، یکیش موقوفات حوزه است. موقوفات حوزه الان اوقاف به هیچ وجه، عرضم به حضورتون که صادقانه و اونجور که ما میخواییم ورود نمیکنه، خیلی زیاده. ما میتوانیم، عرضم به حضورتون، روی اینا تکیه کنیم. ما به جای اینکه دولت بیاد پول مستقیم بده، این رو اعلام کنیم پولی که میان به حوزه میدن، به مدیریت میدن، به مراجع میدن، مثل همه جای دنیا، مثل آمریکا، یه چیز بابت مالیات قبول بکنن، به مؤسسات خیریه در آمریکا پول میدن قبول کنن، بعد معاف از مالیات. ما تکیه‌مون به مردم باشه، نه به دولت‌ها. یه دولتی موافق ماست، یه دولتی مخالف ماست. فردا آمدیم یه دولتی بودجه نداد، ما میخوایم چی کنیم؟ البته در مورد بحث بودجه‌ای که مرکز خدمات داره، خصوصا بحث‌های خدمات درمانی، یک نکته این هست که اینها خب حداقل ترین حقوق شهروندی یه فرد است، بله، که خب نظام باید بده، طلاب هم مثل بقیه، بله، مردم اینو دارن دریافت میکنن. ببینید در مثل بیمه و امثال اینها او قابل چیز است، اما کارهای اساسی ما، ببینید ما حرفمون در اینجاست. الان هم چاره ای ندارن آقایون که میگیرن، بله، اما ما باید این موقفات رو زنده کنیم. اموالی به عنوان حوزه ما داریم، باید اینها رو فعال کنیم. امکاناتی میشه ایجاد کرد، ما دنبال این باید باشیم. بحث الان اوقاف هم جوریست که مسائل وقت بگونه که درگیر مسائل حقوقی شدن، غصب هایی که انجام شده، غصب هایی که انجام شده، ورود اساسی. الان خود ما موقفات بحث شده ازم عمدش از دست رفته. چجوری از دست رفته؟ دست متصرفی نیست که نه اجاره میدن، نه حاضرن وقف رو به رسمیت بشناسن. ما گاهی نهادهای دولتی تصرفاتی دارن که ارزم با مشکل ایجاد بکنن. ببینید ما این مسائل رو داریم.
اوقاف باید قوی باشه، ورود بکنه. ما حتی در مجموعه سید و شهدا اوقاف عجیب غریبی داریم که اینا نه تنها در ایران، میتونه بیرون ایران رو تأمین بکنه. روزنامه ها ننویسن که شهردار 15 میلیارد داده برای اربعین. 15 میلیارد چقدر قیمت داره یا اون هزینه‌ای که اونجا مردم عراق دارن میکنن در مقابل این 15 میلیارد؟ اصلا روستاهایی رو داریم فوق این حرفاست. بحث بله. وقف حضرت بله. ما یه قدری تنگ نظری هست در این کارا. در اوقاف خیلی با قدرت باید ورود پیدا بکنه و بعدم مدیرانی باشه که این زمین هست، سرمایه هست، امکانات هست، به کار بیاندازه. ما از واتیکان که کمتر نیستیم. واتیکان خودش رو چجوری اداره میکنه؟ امکانات خودش رو چجور انجام میده؟ من یه وقتی خیال میکردم که تمام، چون میدونید اکثر مساجدی که در دنیا هست و مراکز اسلامی، عربستان داره اداره میکنه 95% متاسفانه، همش پولش از اونجا میاد و تفکر وهابی حاکم هست و ترویج میکنه. یه وقتی من تصورم این بود که اینا همه رو ارزم به حضورتون که دولت عربستان ردیف میکنه و میده. یه سال من مکه مشرف بودم، ماه رمضان بود، عمره رفته بودم ایام بسرا عمره رمضانیه. اونجا دیدم از اول ماه رمضان تلویزیون اونها رسما اعلام کرد که امسال 2000 مسجد محل حاجت در سر تا سر دنیا میخوایم بسازیم و افرادی که داوطلب هستن بیان پیشنهاد کنن. شب به شب هم اعلام میکرد. یکی آمده و جلو 10 تا مسجد به عهده گرفت، یکی 5 تا مسجد به عهده گرفت، دو نفر یه مسجد به عهده گرفتن، همین جور تیپ های مختلف. خب ما عرضم به حضور کسانی داریم، گاهی سری افراد رو که حالا تخلف اونجوری نکردن، میخوایم یه جریمه کنیم یا چیز بکنیم، بیاریم اینجا که اگر شما کار خیلی در این زمینه کردیم ما میپذیریم از تو. ما این امکاناتی داریم که میتونیم به کار بیاندازیم. این که هر سال تو مجلس هر نمایندهی داد و فریاد که این حوزه چه کار میکنه، اون مؤسسه چه کار میکنه، گاهی از اوقات ما خود ما خجالت میکشیم. این مؤسسه حوزه، اون نماینده نمیتونه بفهمه چه زحمتی این داره میکشه و چه کاری تو حوزه انجام میده برای 2 میلیارد و 3 میلیارد آبروریزی و داد و فریاد و روزنامه ها. خب این مصیبت نیست؟ این مصیبته. ما در گذشته اینجور نبودیم. آقای بروجردی اینجور نبوده، گردن افراشته مقابل دولت ها ارزم به حرف خودشونو میزدن. ما استقلال حوزه که میگیم، یعنی حوزه راه خودش رو باید حفظ کنه، اما این به معنای این نیست که به نظام سیاسی بی‌اعتنا باشه و کاری که الان در مملکت داره میگذره حوزه نسبت به او بی تفاوت باشه. ما پدری برای مردم باید داشته باشیم، مرجعیت پدری برای مردمه و این مردم هم تحت این نظام و این حکومت هستن و لذا او باید دلسوزی خودش رو داشته باشه، راهکار ارائه بده، تذکر بده. حضرت‌عالی در مورد بحث فعالیت سیاسی و حوزه فرمودی که موضوع پدرانه باشه و سیاسی کاری نباشه، اما وظیفه داره در مسائل کلان نظام، مهم نظام، بالاخره ورود پیدا بکنه. اما برای مصداقی برای من الان سوالی بوده، قبلا هم واقعا این سوال مطرح شده، مثلا در مورد مسائل مختلف، یکیش انتخابات سال 88، اون اتفاقات پیش اومد و نظام اسلامی و حکومت اسلامی با یک بحران مواجه شد. خب بعضی از آقایون به این عنوان که ما نباید سیاسی کاری کنیم سکوت کردن، هیچ گونه واکنششون ندادن. خب متقابلا هم نظام و هم انقلابیون در اینجا انتظار داشتن که لااقل در چنین مسئله آقایون ورود داشته باشن. خب این رو حضرت عالی چه در کدوم بخش تعریف می‌فرمایید؟ در همون مسئله‌ای که حضرت عالی می‌فرمایید، در این مصداق خاص بالاترین ورود رو خود حوزه داشت، مراجعی که اظهار نظر کردن. و در اینجا شما توجه داشته باشید، حوزه هم مثل خود مجموعه مملکت افکار مختلفی هست. کسانی بودن اون زمان که معتقد به حل این قصه بودن، حتی ملاقات های با بزرگان انجام دادن، از داخل حوزه راهکارهایی ارائه کردن، از دوستان ما و غیر دوستان ما که حالا من نمیخوام باز کنم، راهکارهایی ارائه کردن که مطلب به اینجا کشیده نشه. عرضم به حضورتون که نقش آفرینی بسیار بالا، بسیار بالا. کسانی هم بودن که کاملا در یک جهت وارد شدن، محکوم کردن. عرضم به حضورتون که ولذا حوزه، ما فکر نکنیم یک وجود واحد هست با فکر واحد که در یک قصه برداشت یکسانی داره و اظهار نظر میکنه. بله بله، داخل مختلف، اینجا هم آراء مختلفی هست، ولذا وظیفه خودش رو انجام میده. منتها ما در یک مسئله ای که هست، فرض فرمان که
الان اختلاف آرا هم پیش آمد، بنده نظر مغایری دارم. وقتی در مثل نظام ما رهبری نظام آمد یک نظری رو اتخاذ کرد، ما باید بهش بها بدیم و حمایت کنیم. ما دیگه نظر خودمون رو روش اصرار نداشته باشیم. توجه فرمودید؟ این و الا قوام پیدا نمی‌کنه این نظام. حرفا باید زده بشه، کارها بشه، مشاوره ها داده بشه، تذکرات، پیشنهادات، همه این حرفا. اما وقتی که یک رویه انتخاب شد و اگر هم ما میخوایم تغییر در اون رویه بدیم، باز باید مستقیم ورود بکنیم، نه تو مردم داخل بشیم، هیاهو بپا کنیم اصلا تو. یعنی ما بیایم اینجا مردم رو تحریک کنیم که بریزید بیرون، این کار انجام میشه، این نه، این در شأن ما نیست. حوزه یک واحدی است که به اصطلاح دارای افکار مختلف است، از چپ چپ تا راست راست. ما در همین مجموعه نشسته اساتیدمون از ضد انقلاب داریم تا انقلابی دو آتشه، از چپ داریم و راست. ما به هیچ کس نمیگیم نیا، اما روش کار ما این روش هست، یعنی اعتقاد به نظام، پذیرش نظام و رهبری و انظار رهبری. ولذا هر جایی هم که ما، چون عمده سر و کار ما با مراجع هست، با مراجع، مراجعاتی که داریم، کارهایی که داریم، با خود رهبری هم ما همین مراجعه و همین برنامه رو داریم. ولی خب خبری نمیشه، ارتباطات به هیچ صورت هست، به هیچ صورت. یعنی ما مسئله تبلیغی در کارمون نیست. حتی خیلی از ملاقاتایی که من دارم، بعضیاش علنی میشه، یا مثلا خبرنگاری میاد، خبر میشن میان، همه این یا دیگر دوستان، به هر حال نوع آین سیاسیون با ما رفیق هستن، رفت آمد دارن، تردد دارن، چه روحانی چه غیر روحانی. بعضی از اوقات خود ما از اونها میخوایم که بیاد، یا خود ما بلند میشیم سراغشون میریم. ما حرف داریم، نظر داریم، در اینجا مصلحت دینی داریم. خود ما الان بحث نشست اساتید رو میفهمیم، هم نشست اساتید هم شخصی. بالاخره نشست اساتید یه مجموعه است و این مجموعه از اشخاص تشکیل میشه. اشخاص نظرات مختلف، اعتباراتشون یکسان که نیست دیگه، همه اونجور نیستن که به قول معروف این ارتباطات رو داشته باشن. اونهایی که به اصطلاح دارای این وزنحت هستن، این تلاش انجام میشه. ولذا اون حوزه‌ای که ما عرض میکنیم، حوزه مستقل، در این استقلال حامی نظام هم هست. ما الان اینجا یک نظامی هست که عمود خیمش رهبریه. اینجا در حوزه این عمود خیمه رو ما تضعیف بکنیم، این ضربش مستقیم به شیعه میخوره. ما گاهی از اوقات مثلا خود بنده شده، در جلسات بوده، اساتید بوده، تا ابتدا به صحبت کرده، مثلا شهر حالا امرلی بود، یه شهری بود که شیعه نشین بود در عراق، که این داعشی ها، امرلی بود یا شهر دیگری، که محاصره کرده بودن، از که 40,000 شیعه داشت. من شنیدم دوستان از سپاه و عزیزان به ما گفتن که خود مقام معظم رهبری دستور اکید دادن به هر قیمتی محاصره باید بشکنه و این افراد نجات پیدا بکنن. تشیع در و 3 روز یا 4 روز بیشتر طول نکشید و این کار انجام شد. خب ما وظیفه خودمون میدونستیم، در جلسه علنی تشکر کردیم، ابتدا بان که موضوع دیگری بود دستور جلسه، من ابتدا گفتم ما تشکر ویژه از ایشون داریم، به داد شیعه اونجا رسیدن. ببینید ما مسئلمون شیعه است، ما یک جوری باید حرکت بکنیم که در این حال که نظام ایران رو میخوایم حفظ کنیم، اونا رو ما باید حفظ کنیم. ما نسبت اونا مسئولیت داریم. در هندوستان فقط به اندازه جمعیت ایران ما شیعه داریم، نمیتونیم ولشون کنیم. برای اونها هم ما باید کار بکنیم، برای اونها هم باید پدری کنیم. ولی سا حوزه قم و مرجعیت داستان بزرگی است. امروز متاسفانه یه بی‌توجه تضعیف میکنن این مرجع، این سلیقه رو داره، بیشتر ورود میکنه در کارها، اظهار نظر میکنه. اون مرجع کمتر ورود میکنه. این به این معنا نیست که این مرجعی که ساکت نشسته هیچ کاری انجام نمیده. بسیاری از کارها انجام میشه که شما خبر ندارید. ما میدونیم، ما خبر داریم. سلیقش اینطور نیست که خیلی علنی کنه. ببینید بعضی از این مراجع، خود من پیغامبرشون بودم. من پیغامبر به کجا؟ برای مسئولین، برای بزرگان پیغام بردم، آوردم، در جریان واقع میشم، مسئولین از ما میخوان پیش این آقا برید، این صحبتو کرده اینجور. ببینید اینا در جریانه. آقایونی که نشستن بیرون فقط نگاه میکنن به تبلیغات و رادیو تلویزیون، خب بعضی از آقایون سلیقه شون اینه، علنی بفرمان، بعضی ها غیر علنی، اما همه اینا زعمای این حوزه هستن، سلیقه های مختلفه. مگر در نجف مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آقای اسلام کاظم یزدی، یکی مشروط خواه بوده که استبداد، نه طرفدار استبداد به این معنا، اما مخالف بود نظریاتشون با هم دیگه.
اما این به این معنا نیست که او از مرجعیت ساقط بشه یا این از مرجعیت ساقط بشه. نه، اینا وظیفه دارن نظر خودشونو بگن، مردم هم انتخاب میکنن. اصلا اینکه مردم چه کسی رو برای مرجعیت انتخاب بکنن آزادی است که خود شهر به اونها داده. شما ببینید اعلم مراجع و این اعلم هم با اذهان مختلف تفاوت میکنه، کسانی این آقا رو اعلم میدونن، کسانی اون آقا رو اعلم میدونن. این آزادی رو ما نمیتونیم بگیریم. مثل مسئله مرجعیت، مرجعیت حتی من قبل به عزیزانم عرض کردم در اون تعیین مرجع از ناحیه جامعه مدرسین من مخالفت دارم، اصل مراجع من مخالفت دارم. جامعه انتظار داره که بالاخره ما به مقلدین یکی از روش‌های انتخاب مرجعیت رو معرفی کارشناسا میگیم. اونا ببین کارشناس هم بالاخره کارشناس فقط اونها نیستن. اونا یه وظیفه دارن بگن بالاخره. اونا وچه انحصار، چون رسمی هن، مقام رسمی هن، وقتی اعلام میکنند این رسمیت پیدا میکنه، تلقی میشه. دیگران که میگن اون رسمیت رو پیدا نمیکنه. ولذا حوزه باید جوری باشه که مرجعیت به صورت رسمی نیست اعلام بشه. مرجعیت یه امر طبیعی است، یعنی شخصیت ها در حوزه جوشش پیدا میکنن و بعد افراد مختلف میان، چهار نفر هستن این آقا رو میگن، چهار نفر هستن اون آقا رو میگن. بعد از مرحوم آقای بروجردی تو قم بیش از 80 رساله پیدا شد، نهایت کار چند تا از توشون آمد بیرون؟ چهار نفر بیرون آمد، بیشتر که نیامد بیرون. توجه فرمودید؟ این رو باید به خود حوزه واگذاشت. خب جامعه مدرسین هم یک سری از آقایون هستن که برآمده از حوزه. اگر جامعه مدرسین یک مقام حوزوی صرف بود اب نداشت، اما یک مقام رسمیه. توجه فرمودید؟ یک مقام رسمیه وابسته به نظامه. مدرسین، اون جامعه مدرسین اصلی، بزرگترین مدرسین حوزه قم اجتماع می کردن. الان جامعه مدرسین بعضی از مدرسین قم هستن. شما اکثریت مدرسین مطرح حوزه رو می بینید بیرون از جامعه مدرسین هستن. این که بیرون از جامعه مدرسین هستن دلیل نمیشه که اونها نیستن. بالاخره اونها یک گروه 30-40 نفری هستن. اونها باشن که از بزرگان حوزه هستن. حالا بخشیشون ممکن هست یکی به دلیل کسالت یا به دلیل اینکه رشته تخصصی بحث دیگری است، ممکنه مثل بقیه آقایون کرسی درس در مدارس اصلی ندارن، ولی برای اینها یک گروه 30-40 نفر از علما هستند. اما دیگران هم باشن، ولی ذات دیگرانی که هستن نظرشون هم همون جور مطرح بشه. رادیو تلویزیون فقط میاد یه نظر رو میخونه. بس میاد چون رادیو تلویزیون میگه پس منظور شما از رسمی رسمیت اون هستش. ببینید ما رو نمیبینن اما آقایون رو میبینن. این نمیشه، این عدالت نیست در حوزه. یک سوال، اگر در آینده احیاناً بحث حالا ما برای همه مراجع بزرگوار آرزو طول عمر داریم، اما خب به هر حال در آینده ممکن موقعیتی پیش بیاد که جامعه انتظار داره مثل سال 72 بعد از فوت مرحوم طوس معرکی انتظار داره که معرفی مرجعیت از کی؟ نه جامعه انتظار رو داره. یک سوال، آیا نشست دوره‌ای وظیفه خودش میدونه که در اینجا ورود پیدا کنه و معرفی بکنه؟ حالا این من نمیتونم نظر بدم از ناحیه جمع اون بحث بکنن که ورود بکنن یا نکنن. حالا اجازه فرمایید، جامعه انتظار داره. توجه داشته باشید، جامعه آخوندای شناخته شده خودشو میره سراغش. در هر شهری شخصیت های شناخته شده ای هستن. تو قم هم همین قمی ها یه شخصیت های براشون شناخته شده هستن که میرن سراغشون. این که ما فکر کنیم حالت انتظار نشسته که فقط یک نهاد رسمی بیاد ورود بکنه و نظر بده، این نیست جامعه. بلکه مخالفت هم میشه گاهی از اوقات. یه مطلبی هست و اون این که مرجعیت همیشه آزاد بوده در بین ما در شیعه. مثلا ما اعتراض داشتیم که بعد از فوت آقای بروجردی شاه مثلا با آقای حکیم تسلیت گفت. بعضی گفتن این معناش اینه، ولو حالا آقای حکیم اجل از این معانی بود، خواستن حوزه به نجف منتقل حالا مثلا بشه. یا او میخواست مرجع تعیین کنه. خب شاه چه صلاحیتی داره مثلا که این کارو بکنه؟ این کار رسمیه. مرحوم آقای حکیم هم خب از نظر فقاهت خب کم نظیر بود، شخصیت بزرگی بود، اما لطمه خورد از این. بعضی هم از ناحیه جامعه، خود آقای وحید خراسانی بعد از انتخاب جامعه مدرسین مرجعیت عقب کشید دیگه. آقای آمیرزا جواد تبریزی خودش معترض بود، به من گفت من منتقل کردم، معترض بود که چرا منو تعیین کردم. از باب تواضع فهمیدن یا نه روش رو قبول نداشتن؟ نه میگفتن به ضرر من بوده، خیال میکنن که من رو هم عرضم به حضورتون که رسمی باید تعیین بکنن.
نه نیاز نداشتن. یا آقای فاضل یا آقای مکارم خودشون جزء مدرسین تراز اول قوم بودن، آقایون تعیین نمی کردن طوری می شد. آقای سیستانی رای نیورد اون مجموعه مرجع اعلا بعدها نه حالا شده. نه حالا این شوخیه عرضم بزرگتون که حالا بعد دیگه حاضر به اعلامش هم نبودن آقایون اینجور. نه من کار ندارم. ببینید هیئت رئیس اعلام اونا تو خودشون این چقدر پیش مردم قیمت داره، یعنی همه تقلید از آقای سیستانی رو ول کردن که ببینن آقای هیئت رئیسی چی نظر میده. من اینو میخوام بگم، آقای سیستانی مرجع اعلای شیعه شد، آقایونم بهش رأی ندادن. آقای نوری که الان تو رادیو تلویزیون ابتدا اسم ایشون برده میشه و احترام میکنن، رأی نیورد اونجا. آقای صافی رأی نیورد اونجا. خب این چی شد؟ اینا مرجع نبودن، مرجع نشدن. تون هم گن اثباتشه که نفی دیگر رو نمیکنن. اینا شوخیه، اینا شوخیه، خود آقایونم میدونن شوخیه. ببینید نه، اینا این که ما تعیین میکنیم اینجور، خب خط دادن دیگه. علی حال مرجعیت باید آزاد باشه، مرجع شخصیت سازی به وسیله حکومت یا نهادهای وابسته به حکومت همیشه اثر عکس داشته، اثر مثبت که نداره، اثر منفی داره برای آقایون. توجه فرمودید ارزم. حالا من داخل بحث رو فکرم یواش، بله من حالا خودم داخل در چیز نیستم ارزم بزرگتون که، اما من سلیقم اینه. مرجعیت یه وقتی آقای موسوی اردبیلی هم در نماز جمعه تهران گفتن که وارد به مقوله مرجعیت نشید، یعنی توصیه کردن به دولتی، به دولت مردا، به نهادها. به هر حال جامعه مدرسه یه نهاده. البته خود آقای نظام درسین در مورد وابستگی به حکومت اینها باز اونها اعتقادشون نیست که نه ما یک گروه مستقل حوزوی هستیم. خب مستقل تعریف خودشون نداره. ما نمیگیم دولت یا امثال اینها که مخالف دولت هستن. بله رسمی فهمیدید. ببینید رسمیت رو ما به چی میدونیم؟ رسمیت وقتی فلان وزارتخونه نگاه به قم میکنه بین جامعه مدرسین و نشسته اساتید یه جور میبینه؟ نه البته خب جامعه مدرسین بحث سوابقش هم مطرح هست، از دهه چهل و اون وزانت و سوابقش هم خب سابقه هست. مرجعیت بیشتر از جامعه مدرسینه. بله. آیا یکسان میبینن آقایون؟ نه البته آقای مرجع رو بالاتر از جامعه مدرسین میبینن فکر میکنم. نه کدام مرجع نه کدام مرجع و کیا؟ ببین اینا تفاوت میکنه، اینا تفاوت میکنه. ما جامعه مدرسین براش احترام قائلیم، برای سابقهش. حتی این توقع داشتیم که جامعه مدرسین خودشو به روز نگه داره. به روز یعنی همیشه متشکل باشه از قوی ترین و مطرح ترین اساتید حوزه، که از شما این محقق نشد. حالا حالا ما نمیخوایم نفی کنیم عزیزانی که اونجا هستن، بزرگانی که هستن. ما جامعه مدرسینی که قبلا جمع میشد، مثلا آقای اعتمادی دعوتش میکردن، مرحوم آقای پایانی دعوت میکردن، اینا جز جامعه مدرسین بودن دیگه، اما بعدا جز این چیز تشکیلات نهاد رسمی نشدن. دهه 50 و اول 60 میامدن، همه میامدن، بزرگان همه میامدن. اون زمان ارزم با آقای آمیز هاشم آمالی میرفتن ارزم در جلسات شرکت میکردن پیش از انقلاب. بله پیش از صحبت پیش از انقلابه. ببینید خب این وقتی کاری بود یا مسئله پیش می آمد یا حادثه پیش می آمد بزرگان مدرسین دعوت می شدن. شاید البته مزاحم آقایون مثل حضرتعالی بوده باشه. بله. همونطور که حضرتعالی پیش از انقلاب بله. خب ورود در مسائل مبارزاتی داشتید، اما بعد از انقلاب به دلایلی فرمودید که تشخیصتون این هستش که اجرایی. شاید آقایون هم بعد بله. از انقلاب به یه دو سلیقه شون این بود. بله. کما اینکه الان بعضی از کسانی که قبل بودن حالا شرکت نمی کنن و اعتراض دارن دیگه، همین الانم گاهی مثلا سوال مسعودی خمینی و بعضی الان با شرکت 18 نفر 17 نفر تشکیل میشه، با اینکه خب تعداد خیلی بیشتر از این حرفاست. ارزم با حالا این مسئله ما نمیخوایم روی این نهاد خاص، اما کلا استقلال حوزه باید جوری باشه، حتی عضویت جامعه مدرسین بر اساس چه معیارهایی باید باشه. ما آمدیم در نشست این رو آزاد گذاشتیم، یعنی هر کسی درس مطرح به اصطلاح در طول 5 سال داشت در سطوحالی خود به خود عضو میشه، 25 سال داشت حق رأی پیدا میکنه. ما این ثبت رو میپسندیم الان در حوزه. خب ممکنه همه نپسندن. ما سلیقمون این هست که مرجعیت رو بگذاریم خود مردم تعیین کنن. مردم از کجا بفهمن؟ مردم خودشون میفهمن. تمام مردم
اینجور نیست که وقتی در این شهر ما یه امام جمعه گذاشتیم دیگه آخوندای خودشون یا مورد قبول یادشون بره فقط سراغ ایشون برن. دارن کسانی که سراغش برن. ما از قدیم الایام داشتیم از تبریز راه می افتادن بعد فوت مرحوم شیخ انصاری، بعد از فوت آخون، بعد از فوت نجف برن قم برن بشینن با بزرگان که بعد می رفتن اعلام می کردن، مثلا براشون ثابت شده بود. خود مردم اینو خیلی کم بهشون بها ندیم، خود مردم اهل تشخیصن، عرضم بود مردم و روحانیت به اون زبان باز نیاز نداره که من قیمومتشون رو به عهده بگیرم و من براشون تعیین تکلیف بکنم، نه، خود مردم تشخیص میدن. و اینکه به قول معروف ولو ما این هنر رو داشتیم که در مجموعه نشست اساتید ما به احترام این بزرگان و پیرمردایی که الان هستن یک رساله بیرون نیامده از مجموعه ما، رساله های جدیدی که بیرون آمده خارج از مجموعه ما بوده، ما این احترام رو رعایت کردیم، نه احترام، این رویه حوزوی رو ما بهش عمل کردیم در حوزه. در نشست دوره این صحبت ما هیچ مطرح شده؟ بله مطرح شده، هیچ کس ورود نکرده با اینکه افرادی هستن. اگر فردی هم ورود بکنه نه به عنوان نشست، به عنوان جایگاه حقیقی، جایگاه حقیقیش هم نکرده از مجموعه ما. این در نجف این رعایت نشده. خیلی به احترام اساتید، به احترامش پیشکسوت‌ها و پیرمردها و هستن ما رعایت کردیم، در نجف این رعایت نشده. خیلی از افرادی که در حد ماها بودن یا دون ماها رساله دادن مقابل آقای سیستانی، مقابل آقای ما قوم نگذاشتیم، رساله های جدید خارج از مجموعه ما بوده. ولذا الان ما این رو ملتزم هستیم بهش، سلیقه ما اینه که مرجعیت رو هیچ وحشت نکنیم که حالا فردا 100 تا رساله در بیاد بیرون. ما خیال میکنیم رساله مرجعیت تعیین میکنه و اجازه چاپ ندیم مثلا به این یا به او بدیم، این فایده نداره، مثلا الان با این فضای مجازی که هست رو بسا. آقایون نشست دوره این ملاحظه رو رعایت کردن، اگر در وضعیت موجود آقایونی که بیان، بعضی ها ممکن هست تو بوده این اتفاق افتاده، رساله منتشر کردن که واقعا در این شأنیت نبودن، خب اینجا چه کسی باید نقش آفرینی بکنه؟ بله. از خود حوزویان. بله. از نظام در این زمان ورود پیدا نکنه. بله. به هر حال در اینجا خود حوزوی ها باید ورود پیدا بکنن. بله. تا بالاخره این اتفاق نیفته. بله. خب این چه این کسی باید این کار انجام بده؟ خود حوزه و همیشه هم حوزه این کار رو کرده. ما تجربه بعد از آقای بروجردی هم داریم، خیلی ها رساله نوشتن بعد آقای بروجردی که صلاحیت هم نداشتن، فراموش شدن و منکوب شدن. یه رساله چاپ بشه، ما از اینکه کتابی چاپ بشه بتونن بخرنش وحشت میکنیم. اعتماد مردم هست که مرجعیت رو میسازه، این نیست هر کسی آمد و رساله نوشت اعتماد رو بتونه جلب بکنه. گاهی مقابله کردن های ما اثر عکس میده. ما در حوزه داشتیم جامعه مدرسین صلاحیت رو رد کرد، اون آقا شهریت چند برابر شد بلافاصله. نه، اینا تا بیش توجه داشته باشیم. ما در این مقوله الان نمیخوایم خیلی وارد بشیم. مرجعیت رو مردم تشخیص میدن و مردم 100 تا رساله در بیاد، از توی اونا اون کسانی که اهتمام دارن بهش توجه میکنن. و در نهایت هم ما معتقدیم نظر و عنایت آقا حجت ابن الحسن در این مقام هست، پیش از همه هست، که اون رأس ها رو خود او برمیگزیند. ولی ما نگرانی نداریم، حتی اگر جامعه مدرسین هم بیاد و ردیف کنه افراد و تعیین بکنه، باز هم اونی که خارجن پیدا میشه همیشه منطبق نیست با اون نظراتی که ارائه شده. الان تو جامعه مدرسین باز در این زمین فکر نکنم ادعای تمام داشته. حالا من کار ندارم، حالا من ادعای بالاخره بخشی در این حال، در این حال حالا رأی آوردن دیگه اینها. ولی الان زعمایی که در حوزه داریم، خب بعضیشون منتخب آقای نیستن یا هستن. در نجف آقای سیستانی در شیعه حالا حرف داره، حرف اول نه، نه حرف اساسی داره. خب ایشون نیست، اینجور انتخاب نشده، مخالفت هم شده باش در نماز جمعه و جاهای دیگر، حالا ما کار نداریم یا کارشکنی شده. خب اون زمان در زمان صدام بوده، در این حال حالا این که بالاخره نمیشه در زمان بود همچین حکومت بعثی به اونجا مراجعه کرد. پس آقای خویی رو پس بعد حذف میکردیم از لیست مراجع و صلاحیتش رو رد میکردیم چون در زمان صدام واقع شده بود. نه، آقای خویی مردانگی داشت، یک مجاهدتی داشت که ماها این رو متوجه نشدیم و اینجا حرفای زدیم در خانه وکیل آقای خویی رو در قم آتش زدیم. ما توجه داشته باشید، آقای خویی مردی که تو نجف زعامت این حوزه رو بر عهده داره،
و یک کلمه از این دهانش بیرون نیاد یا ننویسه به نفع صدام، با اینکه تحت سیطره صدامه، این بزرگترین مجاهد است. چند نفر از آیون اینجا در این شرایط ایشون واقع می شدن این کار رو انجام می دادن. ببینید جنگ سربازای عراق و صدام داره می فرسته ایرانی ها رو بکشه، یک کلمه که یا علیه نظام ایران یا به نفع من حرف بزن، یک کلمه از ایشون صادر نشده. این کم مجاهد است؟ ما اینو قدر ندانستیم. این که ما خیال کنیم هر کسی تحت سلطه ظالم واقع شد وظیفه خودش رو فراموش میکنه، در طول تاریخ مگر روحانیت شیعه در اکثر اوقات تحت سلطه ظالمین بوده؟ شیعه رو به این پاکیزگی حفظ کرده، دست ما رسونده به این پاکیزگی. ما این صلاحیت رو داریم به همین پاکیزگی که دستمون رسیده دست بعد از خودمون برسونیم. این اول کلامه، این توجه داشته باشیم به این معنا. به هر حال عرض کردم ما ورود نهادهایی که نمیگم وابستگی، بوی حکومت میدن، حمایت حکومت رو دارند، حالا هر چی که شما میخواید تعبیر بکنید، در امر مرجعیت این با استقلال حوزه منافات داره. حوزه همون افرادی که میفرمای صلاحیت ندارن، خود حوزه حذفشون میکنه. کسانی هستن سالهاست رساله دارن، هیچ وقت تو حوزه به عنوان مرجع مطرح نشدن، هست دیگه، میبینیم دیگه. ببینید حوزه خودش بزرگترین نقاد خود حوزه، خود اساتید حوزه، خودشون از عهده کار خودشون در میان. حوزه همچین نظامی رو تشکیل داده، حالا به طریق اولا میتواند از عهده این امور داخلی گاهی از اوقات این یه وقت این مسئله توقعی ایجاد نشه که هر نهادی برای خودش مرجعی برگزینه، یا اینی که با ما هم سوتر مثلا، اینا ضربه میزنه هم به حوزه هم به مرجعیت. این ضربه ها وجود داره. من فقط چند کلمه دارم که عرایزی که ما کردیم با حفظ احترام به همه آحاد جامعه مدرسین هست و عرضم به حضورتون که بهایی که ما برای قائم قائل هستیم و حتی ما مذاکرات رسمی هم با هم داشتیم از قبل نشست برای اینکه ارتباط بیشتر داشته باشیم با هم یا هماهنگ کنیم مسائل رو، این مسائل هم بوده بین ما و این هست. اما در این حال خب ما سلیقه خودمون هم داریم. بله. در این حال تو قبلا هم فرمودید حوزه بله. مجموعی از نظرات و صلاحیت بله. مختلف بله. هست که این مجموعه هست و ما امیدواریم که به عنوان حوزه وقتی تصمیم گرفته میشه به عنوان مجموعه حوزه توجه بشه. مثلا در همین انتخاب کاندیدا این کار صورت نگرفت و برای ما خیلی مسئله داشت، ریاست جمهوری بسیار مسئله داشت و این کاری بود که بعد پخته تر انجام در خود جامعه مدرسین هم نظرات بله. مختلف هست بله. بعضی آقایون اصلا معتقد هستن ورود مستقیم نداشته باشه. بله ما همون نظر رو داریم. ما در نمایندگان مجلس، در نمایندگان خبرگان، عرضم به حضورتون که حالا اشکال نداره به عنوان نهادهای روحانی لیست بدن یا چه کنن یا افراد متعددی یا چی، حالا اونا دیگه سلیقه‌های افراده، اما من معتقدم مردم رو باید خودشون آزاد باشن که افراد رو انتخاب بکنند. ما سلیقه‌مون این هست. بله. خب متشکرم از تالی. موضوع خیلی مهمی رو بهش پرداختیم، موضوع استقلال حوزه، بحث مسائل مربوط به ارتباط حوزه و نظام و مسائل سیاسی. در خصوص ادامه بحثی که ما از قبل داشتیم در مورد خود حضرت عالی، فرمودید بحث آغاز تدریس درس خارج رو هم اشاره داشتید، در چه سالی شروع شد و به چه صورت ادامه پیدا کرد. یکی از مواردی که بسیار مهم هست این است که حضرت عالی خب از نوادگان مرحوم آیت الله رضا بروجردی هستید و ایشون به جز بحث مسائل امورات کلان و حوزوی، از ایشون آثاری باقی مونده مثل بحث کتابخانه مسجد اعظم، خود مسجد اعظم و سایر مؤسسات دیگه. خب این هم در زمان خود ایشون خدمت بزرگی بود و هم ادامه اون واقعا مسئله مهمی هست. این تصمیم به چه صورت شد که این برنامه مدیریتش با حضرت عالی باشه؟ البته عبارت مدیریت رو شاید کمی پسند نباشه، اما تولیت این موارد رو توضیح بفرمایید. بله عرضم بزرگتون که من خودم چون مرحوم آقای بروجردی آثاری که دارن، تولیت این آثاری که تعیین کردن بر عهده اولاد پسری هست، پسر از پسر، و من پسر از دختر هستم و ما هم تصدی نداشتیم قبل
مرحوم آقای آسای صادق بروجردی که نوه پسری ایشون بودن که مرحوم شدن. چه سالی تقریبا؟ این تقریبا حالا سال دقیقش رو من نمیدونم، یادم نیست، 12 سال پیش بوده تقریبا، 82 مثلا این اوقات بوده. خب اخوی ایشون یه شخصیت فرهنگی بود در تهران که او متولی میشد طبق ضوابط. ایشون همون ابتدا سراغ ما آمد که من نمیتونم این مسئولیت رو به عهده بگیرم. در ضوابط فقط بحث اولاد پسری بود؟ بله، شرط بله، بله. اوزوی و نه خیر نداره هم... متاسفانه نه خیر نداره. حالا این مسئله از خودش مسئله شده. عرضم به حضورتون که ایشون آمدن که من نمیتوانم این کار رو به عهده بگیرم. مخصوصا اون وقتم شرایط جوری بود که مسجد اعظم رو آستانه تصرف کرده بود، اصلا در اختیار آقایون نبود. مدرسه خان تصرف شده بود وسیله حوزه، اصلا در اختیار آقایون نبود. هیچ مساسی، آقایون یعنی خاندان مرحوم بروجردی، بله بله، هیچ مساسی نداشتن. نجف که اصلا زمان صدام بود و ول شده بود، مدرسه آیت الله بروجردی در نجف، مدارس ایشون در نجف، سه تا مدرسه است، حسینیه کربلا، حسینیه سامرا، مسجد هامبورگ، ارزم به حضورتون که مجموعه ای از اینا که هست. و موقوفات مسجد اعظم همینجور کتابخانه و غیر. خب به ما هم ربطی نداشت به قول معروف. اینا توطئه‌ای که کردن، این آقایون جمع کردن همه نوادگان و وابستگان آقای بروجردی رو و به عنوان خواهش و تمنا که شما بیایید تصدی کنید، ما کسی رو نداریم. ما هم ابتدا نمیپذیرفتیم، چون آخه در واقع این تصدی امری بود که در اختیار نیست. صدام تمام مدارس و تأسیسات آقای بروجردی رو در عراق خراب کرده بود، جز مدرسه کبرا که امام اونجا نماز میخوندن، اونم نصف مثل هندوانه نصفش کرده بودن، نصفش رو داده بودن به شهرداری، مصادره کرده بود اصلا. اینجا هم وضع مسجد و مدرسه اینجور بود. در اون شرایط با اصرار زیاد ما با وکالت وارد شدیم، وکالت تام، عرضم بزرگتون که با اصرار زیاد. حتی بعضی از آقایون هم اصرار داشتن که ما قبول بکنیم، بعضی از بزرگان، بله بزرگان نظر داشتن که ما قبول کنیم و ما پذیرفتیم. و وقتی پذیرفتیم خب وارد در کار شدیم دیگه. کم کم مسجد اعظم برگشت، کتاب برگشت. مرسوم هست در چه مواردی از یکی از بزرگان در یک حوزه یا مراجع این امر رو تنفیذ میکنه؟ یعنی این همچین چیز اتفاق نیفتاد؟ نیاز نبود، چون اینجا عرضم بزرگتون که تولیت به رسمیت شناخته شده بود از طرف اوقاف و بعد اون تولیت هم وکالت رسمی محضری، عرضم بزرگتون هم. که چیز نیاز نبود، اما ما این کار رو کردیم. ما هم از خود مقام معظم رهبری و مراجع بزرگ اینجا این رو خواستیم، تأیید خواستیم که ما اصلا مشورت کردیم که ما ورود بکنیم یا ورود نکنیم، ولی زیرا ورود کردیم و به حمد الله ارزم بزرگتون که مسجد اعظم طبق روال خودش برگشت. که خود یک اتفاقات تلخی هم رخ بود در بله مورد بله بود. مسجد اعظم مسائل زیاد بود، مسائل حالا زیاد بود، حالا نمیخوام من به گذشته برگردم، اما خود مقام معظم رهبری هم حمایت های بسیار فراوان را بی دریغ داشتن، مراجع بزرگوار اینجا و خب شرایط اداره تولیت با این بله، روش پیش بله. بله. و شرایط مسجد اعظم چه در زمان قبلش و چه در دوران تصدی آستانه شرایط مناسبی نبود، مضافاً به اینکه یک حالت عدم مشروعیت روی مسجد اعظم خورده بود که متدینین بله متدینین بله. که نماز اونجا بخونیم نخونیم، درس اونجا بریم نریم، درس بگیم یا نگیم. مرحوم آقای گلپایگانی از خود مرحوم آقا صادق اجازه خاص گرفته بودن برای مثلا تدریسی در اونجا، اینا مسئله بود. حتی این جاهایی که خراب شده بود بین آستانه که و مسجد، از اینجا عبور بکنیم یا نکنیم، این هنوزم از ما سوال میکنن. خب با ورود کردیم و به حمد الله مسجد اعظم فعلا ترتیب خوبی پیدا کرده، بازسازی مسجد خیلی وسیع انجام شد، مقدار زیاد هنوزم مقدار زیادی باقیه. عرضم به حضورتون که کتابخانه ما وقتی صحن جواد الائمه، عرضم به حضورتون که درست شد، از ما راه میخواستن، راه نداشت به حرم. اون وقت جلو اونها و بین اونها و مسجد اعظم کتابخانه قدیم واقع شده بود، وضوخانه بود، اون تاق بود، ما سه تا یک حالت نامناسب بله. داشت قدیم. سه تا راه ما بهشون دادیم، راه اساسی سردری رو درست کردیم اونجا، خیلی اساسی و در قبالش قرار شد برای ما کتابخانه‌ای که خراب میشه بسازن، زمینش هم از مسجد بهشون دادیم
و این کتابخونه رو ساختن. عرضم به حضورتون که این مراوداتی بود که ما با آقایون داشتیم. عرضم به حضورتون که کتابخانه مسجد الان روی روال خوبی برگشته، موقوفات رو کارهایی کردیم، از بعضی از نهادها پس گرفتیم موقوفات رو، بعضی هاش هنوز دعوا داریم با بعضی از وزارتخانه ها، مثل همین مغازه هایی که تخریب کردن در خیابان موزه که موقوفه مسجد اعظم بوده که هنوز دعوای ما ادامه داره علی رغم دخالت بزرگان حل نشده. مضافاً به این که عرضم به حضورتون که در عراق خب ما وارد شدیم، تمام این آثار آقای بروجردی که مونده بود اینا مصادره شده بود، ما از مصادره بیرون آوردیم، اثبات وقف کردیم. البته اینا که من عرض میکنم به همین سادگی که عرض میکنم نیست، اونجا مثلا برای همین اثبات وقف 6 سال تمام در بغداد ما معطل جلسه شورای عالی تمیز شدیم که مرکب بود از کردها و سنی ها و شیعه ها که جلسه تشکیل نمیشد تا بالاخره حکم دادن. عرضم به حضورتون که حسینی مرحوم آقای بروجردی در سامرا داخل وقف سنی بود، بعدم تخریب شده بود که ما ورود کردیم، از آقای مالکی نخست وزیر سابق عراق خواستیم، از آقای حکیمی ها خواستیم، دنبال کردیم که اونجا خود حرم عسکریین هم داخل وقف سنی بود دیگه، اونا یک تصویب نامه‌ای در هیئت دولت عراق گذروندن از وقف سنی خارجش کردن حرم رو. ما بعد پیله کردیم که غیر از حرم عسکریین دو تا اثر مهم شیعه ما در سامر را داریم، یکی مدرسه میرزای شیرازی و یکی حسینی آقای بروجردی، اینها رو هم بعد داخل در وقف شیعه بکنید، و اونها هم تصویب نامه ای رو در دولت گذروندن و این برگشت به وقف شیعه که ما هم حتی اون زمین رو نرفته بودیم ببینیم، یعنی اون زمان صدام که رفتیم خب ما نمی بردن اونجا، نمیذاشتن بریم. بعدم که خود مقام معظم رهبری به من فرمودن که این صدام اینو مثلا دو ماه قبل از سقوطش اینو تخریب کرده، همین حسینیه و حمام سامرا رو، که ما اخیر 3 ماه پیش به دعوت آقای سید علاء موسوی رئیس وقف شیعه عراق و وقف شیعه عراق رفتیم داخل شهر، رفتیم حتی تحت حفاظ هم رفتیم اونجا، سامر را سر زمین رفتیم اونجا که الان داریم طراحی میکنیم برای ساختش. عرضم به حضورتون که بودجه های این فعالیت ها رو حالا عرض میکنم بفرمید. ما عرضم به حضورتون که و اونجا حالا خود کسبه سنی که اونجا در عراق بودن وقتی دیدن ما آمدیم دور ما جمع شدن و خیلی استقبال کردن ازمون و به اصطلاح خیلی محبت کردن به ما، که ما این رو تازه به اصطلاح تحویل گرفتیم به زمین بیرون دیواره داخل شهر سامراست. مشکلات دیگری که الان داریم، خب ما برای تخریبها اقامه دعوا کردیم، وکیل گرفتیم، هزینه های زیادی کردیم، دادگاه تشکیل شد، خسارت بریدن برای این چیزها، منتها دولت عراق پول نداره، خسارت نمیده. یک مشکل اساسی که ما الان پیدا کردیم، ما پول نمیخواستیم، ما حاضر بودیم زمین به ما بدن، جای دیگر خودمون بانی پیدا کنیم و بسازیم، اما هنوز این هم تأمین نشده. مشکلی که پیدا کردیم، همه مدارس سگانه مرحوم آقای بروجردی در نجف داخل در حریم توسعه حرم مطهر امیرالمؤمنین واقع شده و حسینیه ایشون در کربلا داخل در توسعه حرم سید الشهدا. و با اینکه آقای سیستانی هم عنوان فرمودن که شما وحشت نکنید ما وسط صحنم شده مدرسه رو حفظ میکنیم، خود من سلیقم این نیست. یعنی من معتقدم وقتی حرم امیرالمؤمنین میخواد توسعه پیدا کنه یا حرم سید الشهدا، مدرسه آقای بروجردی نباید مانع باشه. اما به هر حال با اون نام در جایگیری ما به هر حال معوضی باید جایی به ما بدن، زمینی که نزدیک الاقرب و فالاقرب نزدیک باشه، ما اونجا رو بسازیم به نام آقای بروجردی، که این توقف اونها از این ناحیه است. و الا مثلا حسینی کربلا تا حالا باید ساخته شده بود، ما نقشه کشیدیم، مبالغی صرف نقشه، مهندس اونجا آماده ساختمان بود که این طرح پیدا شد و به این وضعیت در آمد. مجموعه اینها هست. ما غیر از اینها، خب حسینیه پدر ما دارن در تهران که دست ما هست، حسینیه در بروجرد داشتن که ما مشغول ساختمان هستیم الان، اینها کارهایی است که از مرحوم آقای بروجردی و از پدر ما گردن ما افتاده و ما مشغول هستیم و میچرخانیم. کارهای دیگری هم ما در ضمن اینها داریم. یه مؤسسه مرحوم آقای بروجردی هست که آثار ایشون رو تحقیق میکنه، که الان جامعه حدیث شیعه هم در این مؤسسه مشغول کار هستن، که در همین جاست. عرضم بزرگتون که
جمعی از محققین بزرگوار که خب اینها هم بعضی ها چاپ شده، بعضی ها در حال تحقیقه. اسانید مرحوم آقای بروجردی کار تحقیقش تمام شده، طبقات هنوز تحقیق باقیه، جامع حدیث تقریبا 16-17 جلد آماده شده اما بقیه مونده، اینها رو ما مشغول هستیم. باز کار دیگری که داریم مؤسسه است به نام مؤسسه فرهنگ جعفری که در اونجا از طلبه ها و فضلا گزینش میکنیم در چند رشته امامت، تاریخ کلام، مهدویت، هم اونجا قسمت تعلیم داره و هم قسمت تحقیق که اونجا به مناسبت مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا جعفری که از اعلام کلام شیعه بودن که ما دعوت کردیم از ایشون قم تشریف آوردن، جایی رو تهیه کردیم این مؤسسه رو، ایشون کتابخونه‌شون هم اهدا کردن که مؤسسه الان شکل گرفته و بعد فوت ایشون هم منظم داره میچرخه، عده‌ای از فضلا هم اونجا مشغول هستن، این کار رو عرضم به حضورتون که ما داریم و از این قبیل کارها بر حال جزء مجموعه کارهای خود بیت مرحوم آقای بروجردی، رجوع مؤمنین، مجالس و حافل در مسجد، در چیز مدرسه مرحوم آقای بروجردی، خب اینجا یکی از مراکز عمده آموزشی حوزه شده الان، این هم زیر نظر ماست. ما در کل مجموعه مرحوم آقای بروجردی که داریم ما هیچ کمکی از دولت نمیگیریم، از به اصطلاح تأمین اینها همه خودمون از راه ارزم بزرگتون همونی که معیاری که فرمودیم موجودات شرعیه و مردم داریم اداره میکنیم. البته در کتابخانه چون قبلا یه وقتی آستانه میخواست اینجا رو تصرف کنه حضرت آیت الله آقای استادی، اون وقت نگذاشتن، از شورای عالی حکمی گرفتن که اینجا رو اداره کنن و مانع شدن از اینکه آستانه تصرف بکنه و اینجا ما همون رو نگه داشتیم الان باشون، یعنی آقای استادی خودشون نیستن اما مدیریت حوزه و معاونت پژوهشی اونجا همکاری داریم با هم، تعدادی حقوقهای ما رو، البته اونجا 38 نفر ما کارگزار رو به اصطلاح مجموعه داریم، تعدادی از حقوقهای ما رو تأمین میکنن، بعضی از چیزها اون مراوده هست که از قبل بوده و ما هم با اینکه مثلا آقای حضرت آقای حسینی بوشهری بعضی از بزرگان اصرار داشتن که خلاصه بیا تحویل بگیر از ما دیگه، این خود شما وقتی هستی دیگه، ما حاضر نیستیم تحویل بگیریم. چرا؟ علتش این است که وضع تولیت مؤسسات مرحوم آقای بروجردی الان به همین صورتی است که عرض کردم، اولاد پسری از پسری، ما بعد از خودمون نمیدونیم باز تکلیف مسجد چه خواهد شد یا کتابخانه یا مجموعه ای که الان ما داریم سرپرستی میکنیم. ما یه مؤسسه به نام آیت الله بروجردی ثبت دادیم که تمام اداره تمام تاسیسات ایشون رو به عهده داشته باشه، اما خب اون وقف هم هست، ما دلمون میخواد یه طرحی درست بکنیم که متولی هر زمانی داخل باشه اما حوزه هم داخل باشه، مسجد اعظم از بیوت حوزه است. حالا ما سلیقه نداریم برای مسجد اعظم بودجه بگیریم مثلا، ولی اصلا که کتابخونه همکاری داریم، برای مدرسه ما از مدیریت حوزه بودجه نمیگیریم، اما اینجا چطور بیوت حوزه است، فردا الان من میتونم اداره کنم، اگر من نباشم، اگر بین ما یه شخصیت حوزوی مطرح باشه خب خوبه، اما اگر نباشه چی؟ ما نمیخوایم این زحمات همه به باد بره، ولی نهایتا میخوایم تنظیمی داشته باشیم، حوزه باید دخیل باشه، آستانه باید دخیل باشه، هماهنگی داشته باشیم، اینجا بیخ گوش آستانه است، مصالحمون مشترکه. به هر حال مرحوم آقای بروجردی مسجد رو برای خدمت به زوار حضرت معصومه ساختن، اینجا مرکز حوزه است، تریبون نظام هست، اینجا ما این رعایت ها رو باید داشته باشیم، مسجد این تهیؤ و آمادگی رو داشته باشه. تا حالا الحمدلله روش خوبی تا کنون اعمال شده، ما هماهنگی های بسیار خوبی با همه نهادها، همه مراجع بزرگان داریم که رعایت همه شؤونشون بشه، ضوابطی اونجا داریم برای درس گفتن، سه تا شبستان اختصاص به مراجع داره، تصمیم گیری هم با زعمای حوزه است، کی بیاد کی نیاد در اون سه تا شبستان اصلی مشورت میکنیم، نظر میگیریم، بله ما سلیقه بنده نیست که من کیو دلم بخواد یا نخواد، بزرگان حوزه باید نظر بدن، کسب نظر میکنیم از اونها،
و از همکاری بسیار خوب مراجع الحمدلله برخوردار هستیم و الان صورت خوبی داره مسجد، مجالس مسجد در زمان بزرگتون که خب این گله ها بود که در طول مثلا مدتی که دست آستانه بود یه مجلس عرض روزه یا ذکر مصیبت یا یه مجلس موعظه در مسجد از هم برگزار نشده. الان تمام وفیات ما مجلس داریم، چه داریم؟ اینا الحمدلله کارهای خوبی است که انجام شده، اما خب کشیدن این بارهای قدی سنگینه دیگه. نه الحمدلله اگر ارزم بزرگتون که حالا این حال بله. بخره بر اومدید و انشاءالله ادامه پیدا ما بود. فعالیت های دیگری هم که باز داشتیم عرض کردم و انجمن اسلامی که ما داشتیم در دوران به اصطلاح تهران و دبیرستان، اینجا هم باز ما در یک کارهای عمده ای افتادیم، متاسفانه همش رو نتوانستیم ادامه بدیم در جهات مختلف. در زمان مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیه، ما شاگرد ایشون بودیم، مرحوم آقای خویی فوت شد، ما معتقد بودیم ایشون بعد ورود کنه در قصه مرجعیت و ایشون بعد که ورود کرد موانعی اینجا برای ایشون پیدا شد. خب پول می آمد از ارزم بزرگتون که عربستان بود، قطیف احسا مناطق شیعه نشین از امارات بود، کویت بود، مقلدین زیادی ایشون داشتن، اینجا هم شهری نمیتونستن بدن، مشکل داشتن. ولذا ما که خدمت ایشون بودیم، ما خیلی چیز کردیم خدمت ایشون که ما یک جاها کارهای سرمایه‌ای انجام بدیم، مثل ترکیه، مثل آذربایجان شوروی که اون وقت جدا شده بود. ولذا این به تأسیس مدارسی که به 15 مدرسه رسید در مجموعه آذربایجان و گرجستان و اینها تلاش کردیم، اینجا بسیاری از فضلا رو فرستادیم به عنوان مدرس. خب اون وقت اینا هم با یه مشکلاتی همراه بود دیگه طبعاً. در ترکیه کارهایی کردیم، مخصوصا در ارتباط با علوی‌های ترکیه، 3 کنگره بزرگ 3 متوالی در استانبول تشکیل دادیم. عرضم به حضورتون که نمایندگانی از اینجا از کشورهای مختلف می‌رفتن اونجا. برنامه‌هایی بود که ما فعال بودیم و بعد از خود مرحوم آقای روحانی هم یکی از امتیازاتی که داشتن و ما از ایشون آموختیم، خیلی چیزا آموختیم، یکیش این بود. ایشون کسی بود که وقتی حالا کاری میکرد یا خدمتی میکرد، ایشون شرط نمیکرد که در اونجا عکسی از ایشون زده بشه یا نامی از ایشون برده بشه یا مطرح باشه ایشون. به تعبیر ایشون میگفتن اونها هنوز در مقامی نیستن که از کی تقلید کنن، از کی تقلید نکنن، یا تقلیدم بکنن فایده ای نداره، ولذا اون بعد کار کرد براشون. و تقریبا شاید مجموعه این مدارس شاید 13-14 سال میچرخید. بعدن دولت آذربایجان خب ارتباطاتی با اسرائیل بود، عربستان بود، پیدا کرد، حتی مدارس جمهوری اسلامی رو هم تعطیل کرد، مدارس ما هم تعطیل شد. اما در این 12-13 سال ما بهره خودمون رو بردیم. الان نوع روحانیونی که در آسیای میانه، در شوروی، در روسیه، در اوکراین، در کل این مناطق هستن، نوعاً پرورش یافتگان همین مدارس هستن. ما هنوز طلبه‌هایی که ایشون شهری خاص داشتن برای طلاب آذری قم مثلا، آذربایجان شوروی و ترکیه، که ما هنوز این روش ایشون رو ادامه دادیم تا به امروز. منتها خب ما اونجور که ایشون کار میکردن مراجع بعد حاضر به همکاری نشدن، نتوانستیم ادامه بدیم. جهات سیاسی هم پیش آمد، سیاست داخلی ترکیه بود، آذربایجان بود، به مشکل برخوردیم. بله این فعالیت ها نیم بند هنوز ما اینها رو داریم و به اصطلاح یک چیزی در این مجموعه عرضم به حضورتون که داریم و این فعالیت هایی که در مجموع هست عرضم به حضورتون که منتها عمده قصه ما و فعالیت ما فعالیت حوزوی و طلبگی خودمون هست. یعنی اینجا اصل و محور اصلی برای ما این هست. اما خب طبعا استانهایی که وابسته به ما هستن مثل لرستان، شهر بروجرد، امثال اینها، تهران، خب ما سابقه پدرمون اونجا دارن، یک ارتباطات دیگه هست، بالاخره اینها کارهایی رو ایجاب میکنه. با اینکه من خودم هیچ وقت حاضر نبودم وسی بشم یا حاضر نبودم، حتی من هیچ وقت با هیچ مرجع بزرگواری جز اعضای بعثه‌شون نرفتم، چون سلیقه‌م این بود اگه مکه بخوام برم برای خودم برم، نه نائب باشم، نه عضو بعثه باشم، نه عرضم به حضورتون که آخوند کاروان باشم، ولی سلیقه من این بود. ولی با توجه به این خب تصدی مرحوم آقای کارهای مرحوم آقای بروجردی به گردن ما افتاد و این حالا عنایت ایشون بوده و توفیق منه بتوانیم از عهده این کار بر بیایم و
مضافاً به این که رسالتی در مورد آقای بروجردی من حس میکنم برای خودم و اون این که افکار ایشون نباید فراموش بشه. آقای بروجردی فصلی از تاریخ شیعه است، 15 سال مرجعیت عام شیعه رو داشته و فصلی از تاریخ ایرانه. مدت 15 سال مرجعیت عامه ایشون، بلکه بیشتر، حتی 2 سالی که زمان آستابالحسن بوده، ایشون بزرگترین شخصیت و تأثیرگذارترین شخصیت در تاریخ ایران بوده. قوام و بارندگی حوزه و در حوزه یکیشه خود کل مملکت و کارهایی که ایشون داشته در قصه خروج قشون روس از آذربایجان، در جلوگیری از تغییر خط فارسی که میخواستن اونجا لاتین، خیلی از این کارهایشون در تمام جهات دخیل بوده. و خصوصیت ایشون هم این بود که در کارها که وارد میشد نمیذاشت روحانیت هزینه بده، آبرو بده. این خیلی در مسئله ایشون مهمه. ورود نمیکرد در همه یک کارها، پدری میکرد نسبت به همه. ما قصه نهضت نفت، آقای کاشانی، فدایان اسلام داریم که گاهی بعضی مواردشون مخالفت هم داشتن، اما در عین مخالفت یه جاهایی هم پدری هم دارن که یک سیاست خاص ایشون دنبال میکردن. بحث اون خدمت به تشیع ایشون جای خود، اما بحث ایران نگرش ایشون، بحث تقریب مذاهب و ارتباط با بحث ازهر هم تقریب خیلی مهمه. در اینجا خودم برای من یه سوالی پیش اومده که حالا جالب توجه هست که ادعی کلن نوع و روش و اون مسلک مرحوم آیت الله بروجردی در مورد مسائل ارتباط با حکومتی رو خیلی مهم برای خودشون الگو میدونن، اما وقتی که بحث تقریب با اهل سنت پیش میاد دقیقا برخلاف منش آقای بروجردی. حالا ما اگه به تقریب برسیم فقط منحصر به همین میشه. عرضم بزرگتون که من یه مطلب عرض کنم قبلش، و اون این که توجه داشته باشیم نگرش هر مرجعی به اوضاع زمان بستگی به زمان خودش داره. یعنی این که مرحوم آقای بروجردی در اون روزگار اینجور تشخیص میدادن معناش این نیست که اگر کسی در این زمان غیر از این تشخیص میده خطا میکنه. خب اون زمان بود تهدیداتی مثل بحث داعش به این شکل وهابیت بود، اما خطراتی اینطوری ما نداشتیم. خب ما تقریب داستان بزرگی است، داستان مهمی است، عرضم بزرگتون که عرض میکنم. اما آقای بروجردی نوع نگاهش اینجور بود، مثلا ایشون با اینکه مصدق رو آدم خوبی میدونست، ایشون مادر دکتر مصدق خانم نجوا سلطنه مقلد حاج شیخ بود، حاج خبدالکری، خانه حاج شیخ او خریده، عرضم بزرگتون که، یا بیمارستان نجمیه رو او ساعد، اما خوبی بودن، حالا چیز بود. اما نهضت ملی آقای بروجردی حرفش این بود بسیار خوب، حرکتی است، تفکری است، اسلامی نیست اما کار داره برای مملکت میکنه. لزوم نداره که ما آبروی خودمون رو گره بزنیم با اونها، اونا کار خودشون رو میکنن، ما مخالفت نمیکنیم. اما ایشون نظرش این بود که من قضایا رو تا مبدأ حرف آقای بروجردی که این بود، قضایا رو بعد ابتدا و انتهاش رو اگر ندانم و مسلط نباشم ورود نمی کنم. و می فرمودن من اینو از زمان آخوند در مشروطه آموختم، چون حضور ایشون در نجف دقیقا در اوج مشروطه بوده. ایشون از نجف که برگشتن به فاصله 6 ماه آخوند فوت شد یا کشتن دیگه. اوج قضایای مشروطه ایشون در نجف بوده و از نزدیک لمس کرده بود. یا در قصه فدایان اسلام، ایشون معتقدم بود فدایان اسلام حوزه رو محل فعالیت خودشون قرار بدن، اخراجشون کرده از قوم، خب همه میدانن. یا حرکاتی که اونها داشتن در ترورها، کوچکترین تأییدی که ایشون نداشت نفیم میکرد که ترور ما در اسلام نداریم، حالا هر کسی میخواد باشه، قرص و محکم. چرا؟ چون معتقد بودند که این موضوع معلوم نیست، شرعی نیست. اصلا حالا ترور اصلا شرعی نیست، ولی فعالیت های یعنی این فعالیت ها ایشون، حالا بخوایم اگر عرضم بزرگتون که دیدگاه آقای بروجردی رو در نظر بگیریم، اون زمان قضایای مختلفی هست که میشه از دل این قضایا به تفکر مرحوم آقای بروجردی پی برد. اما حالا این نکته رو من عرض کنم، با وجود تمام این خصوصیاتی که داشتن، یه قصه واقع شد که ما نمیدانستیم. شاه هم تا وقتی که بود میدانست اما به هیچ کس نگفت، به نفعش نبود. دکتر مصدق تا وقتی از دنیا رفت این مسئله رو ندانست. آقای کاشانی تا وقتی زنده بود ندانست. هیچ کدوم از فدایان اسلام ندانستن و اون این بود. خود ما هم نمیدونستیم. آقای بروجردی هم به هیچ کس نگفته بود.
حتی اصحاب نزدیک ایشون هم اظهار بی‌خبری می‌کردن. یه قصه اتفاق می‌افته که مرحوم آقای بروجردی پیغام به شاه داده بودن که من مطلبی دارم، دو نفر رو بفرست پیش من. آمده بودن. آقای بروجردی پیغامی که میدن این بوده که حالا ما بعد متوجه شدیم، عرض می‌کنم از کجا. پیغام داده بودن که من شنیدم دولت انگلستان میخواد به ایران حمله کنه، حمله نظامی بکنه. اگر چنین حمله صورت بگیره هیچ اختلافی بین من، دکتر مصدق، آقای کاشانی و دیگران نیست، من اعلام جهاد خواهم کرد. این پیغام رو برای شاه میبرن. بعد از اینکه پیغام به شاه میرسه، سفیر انگلستان هم از شاه وقت خواسته بوده، همون روز بعد از رسیدن این پیام میاد پیش شاه. او به شاه ابلاغ میکنه که دولت انگلستان تصمیم گرفته به ایران حمله کنه، چون شما که با مصدق مخالفی، آقای بروجردی هم که پشتوانه اونا نیست یا چیز نیست، آقای کاشانی هم جدا شده، دولت انگلستان هم احساس خطر میکنه برای نفت و به اصطلاح منافع خودش و میخواد حمله کنه. شاه میگه صبر کن. همین چند ساعت پیش از آقای بروجردی همچین پیغامی رسیده، اینو منعکس، چون آقای بروجردی گفته اگر حمله صورت بگیره من اعلام جهاد میکنم. حالا سفیر انگلستان گزارشی برای وزارت خارجه انگلستان نوشته. تمام مطلب رو ما از این گزارش متوجه شدیم که اخیر مثلا 10 سال پیشی اسنادی که بعد از مدتی که اون آقای رهنما آورده بودش که ما به اصطلاح خبر نداشتیم، گزارشی که سفیر میده این مطالب رو مینویسه که آقای بروجردی اینجور به شاه پیغام داده، من رفتم به شاه این مطلب رو گفتم، اونا منصرف میشن. چون آقای بروجردی اعلام جهاد که این نشون میده آقای بروجردی در عین اینکه ورود به هر جا نمیکرد یا اینجا مخالفت میکرد، اون پدری خودش رو هم داشت، داد و فریادم راه نمینداخت جار و جنجال بکنه، اعلام بکنه، مثل قصه آذربایجان که حالا اگر لازم شد اونجا رو هم میگم من که دخل ایشون چه جور بوده و به چه نحوه بوده. هیچ کس نمیدونه، حتی نزدیکترین اصحاب ایشون هم نمیدونستن. وقتی این گزارش سفیر انگلستان برای وزیر خارجه انگلستان میفرسته، این مطلب توشه، هیچ کدوم هم خبر ندارن. این پیداست آقای بروجردی این کارو کرده، به هیچ کس هم نگفته. ورزا ارسلان مصدق تا زنده بود متوجه نشد، آقای کاشانی متوجه، خود شاه میدونست، اونم بهش اصلا گفته بود. این نسبت به آقای بروجردی این مهمه، سلیقه و این نگرش، نگرشی که آقای بروجردی به مسائل داره از سطح بالا و کلان نگاه میکنه، همون پدری که ما عرض میکنیم. ما موضوعات از بحث تقریب به اینجا رسیدیم. ما عرضم بزرگتون که این یک مسئله نسبت به مسئله تقریب، که الان متاسفانه تقریب به عنوان یه فحش تلقی میشه در ذهن خیلی ها. مرحوم آقای بروجردی یه عقیده‌ای داشتن، حالا من یه جزوه‌ای هم دارم نوشتم که چاپ نشده، اون مبانی نظری تقریب از دیدگاه آقای بروجردیه، که این جزء مهمی است، اینو ملاحظه بفرمایید. مرحوم آقای بروجردی یه نظریه‌ای داشتن که من خلاصه نظریه رو میگم اینجا. ایشون معتقد بودن که ما در بین مسلمان‌ها اقلیتیم، اکثریت نیستیم، که اکثریت مسلمان‌ها مذاهب دیگر هستن، غیر شیعه هستن، و ما در بین اونها داریم زندگی می‌کنیم. ائمه طاهرین، امیر المؤمنین، حتی در دوران 25 ساله خانه نشینی، امام مجتبی، خود آقا سید الشهدا قبل از قیام، آقا امام مجتبی، آقا امام صادق، چرا اینا حکومت باشون مخالف بود و اذیتشون میکرد؟ خب امیر المؤمنین را میافتاد میرفت یمن، بل میکرد مدینه رو، امام سجاد میرفت بیرون مدینه، حضرت صادق شاگرداش رو ور میداشت میرفت ینبو یا این جاهایی که اطراف مدینه بود، چرا نرفتن؟ مرحوم آقای بروجردی میفرمودن ائمه طاهرین، ما از سیرشون اینو متوجه بودیم که اصرار داشتن در اون مرکز ثقل دنیای اسلام باقی بمونن، ولی حکومت باشون همراه نبود، مردم همراه نبودن، از مدینه خارج نمیشدن مگر اینکه به زور ببرنشون. اون وقت هم که بردنشون باز بغداد سامرا هست، مرکز ثقله. ایشون میفرمودن ما از زندگی و سیر ائمه میفهمیم که ما حرف برای گفتن داریم، ما مثل بحری ها یا اسماعیلی ها نیستیم که عقاید خودمون رو مخفی کنیم و منزوی بشیم و یه گوشه برای خودمون زندگی کنیم. ما حرف داریم برای دنیای اسلام، چون اصلا اسلام ما هستیم، تمام اسلام ما هستیم، حرف داریم برای گفتن.
ولذا در مراکز اصلی فکر در دنیای اسلام باید حضور داشته باشیم. این ایشون می‌فرمودن رویه ائمه این بوده. امام صادق در مدینه موند علی‌رغم همه فشارها، خانش بسته بود تحمل کرد، اما بود تو مدینه. ولذا الان ما باید در دنیای موجود در مراکز اصلی فکر حضور داشته باشیم. این یک مطلب. مطلب دیگر، چون ما اقلیتیم و اکثریت مسلمان ها مذاهب دیگه هستن، ما هم در بین اونا داریم زندگی میکنیم، منافع مشترک داریم با اونها، ولذا ما باید روابطمون رو با اونها تعریف کنیم، چه رابطه‌ای میخواییم باشون داشته باشیم. این دوتا مقدمه. بر اساس این دو مقدمه ایشون معتقد بودن که ائمه طاهرین سه شأن دارن. یک شأن امامت و ولایت که ما شیعه ها قبول داریم و این جای بحثش در علم کلامه. ما در علم کلام سر امامت و ولایت بحث میکنیم و همون بزرگان ما و حرف خودمونو داریم، که اون که امروز هم ما سر شیعه بحث میکنیم، حقانیت خودمونو اثبات میکنیم، این سر جای خودشه، این یه شأنه. منتها این شأن رو سنی ها قبول ندارن، ما شیعه ها قبول داریم، این یه شأنه. ائمه شأن دیگری هم دارن و اون شأن دوم حجیت قوله. حجیت قول به مقتضای حدیث ثقلین هست، انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت عدل کتابه، الکتاب حجتون و الاطرت حجتون. اطرت کیا هستن؟ ائمه طاهرین. خود این حدیث ثقلین متواتر است بین اهل تسنن، کما اینکه بین ما همه قبول دارن، همه میگن. و وقتی متواتر حجت برای اونها، طبق این حجت قول امام صادق برای اونها میشه حجت، قول امیرالمؤمنین میشه حجت. این بحث اصولیه، بحث کلامی نیست. ولذا اون سنی ها و کسانی هم که امامت و ولایت رو برای ائمه قبول ندارن، منافاتی با حجیت قول نداره. حجیت قول رو باید بپذیرن طبق این روایت. این حجیت رو چه کسی باید به اونها منتقل کنه؟ بله، این هست. این هم یک شأنه. این جایگاهش علم اصوله و بس اصولیه، حجیت قول. ولذا در خود جامعه حدیث شما اینه دیم فرمود حجیت و فتول ائمه، یک فصل طویل مفصل ایشون ذکر کردن. مطلب دیگر که شأن سوم برای ائمه هست این است که ائمه طاهرین ناقل موثق سنت رسول الله هستند. ما قرآن داریم، سنت داریم، سنت فعل و قول پیغمبر ارزم بود و تقریر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، اونجور که در اصول مطرحه. خب اینایی که نقل میکنن، کسانی که هستن امیرالمؤمنینه که 23 سال کنار پیغمبر بوده، با اون حدیث معروف که خود ایشون میفرمایند کتاب علی که هست در روایات که املاء و رسول الله و کتابت و امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین اخذ میکرده، فرزندان امیرالمؤمنین هم ازشون نقل میکنن. امام صادق هیچ کدام از ائمه طاهرین رو آیین سنی ها در کتابهاشون رمی به ضعف نکردن، اینا موثقن پیش اونها. خب کسی که میخواد سنت پیغمبر رو اخذ کنه باید از اینها اخذ کنه، یعنی یکی از روش ها هم نقل اینهاست، اما نقل امام صادقه. بعد ایشون در مقدمه جمع احادیث که این بحث رو مطرح میکنن که در اینجا نقل ائمه از پیغمبر اقواس از نقلی که اینا خودشون دارن، چون صحابه‌ای که هستن عایشه هست، عبدالله عمر هست، حالا این توضیح منه ارزم بزرگ، ابو هریره. خود عبدالله عمر چند سالش بوده پیغمبر از دنیا رفته؟ جوان 17 ساله بوده. عایشه چقدر با پیغمبر بوده و مشهور بوده؟ ابو هریره کی اسلام آورده؟ چقدر با پیغمبر بوده؟ و بعد همه اینها خلفا بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر نهی کردن از کتابت سنت و تدوین سنت پیغمبر، من از کتابت حدیث کردن، ولی زا متروک شد نقل حدیث، کتابت حدیث، تا سال 102 هجری که عمر ابن عبدالعزیز این نهی رو برداشت.
بعد از 3 سال زبان عمر ابن عبدالعزیز دوباره مطلب برگشت. اولین کتابی که تدوین شده در حدیث پیغمبر و نقل شده موطع مالک در سال 170 هجری. 5 نسل روایی گذشته، اینا بعد از زبانها میشنیدند، یعنی سم بوده، کتابتی که در کار نیست، این دقت لازم رو نداره. ولذا راه اونها اینه، راه ما خود علی ابن ابی طالب از پیغمبر شنیده، فرزندانش از ایشون شنیدن، امام صادق هم روایات متعدد داره، اون چه من نقل میکنم از پدرم، ایشون از پدرش، اینو داریم ما. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن پس راویه موثق سنت نبوی اینها هستند، ائمه طاهرین هستند. ولذا ایشون میفرمودن این 3 تا شأنی که ما گفتیم مترتب، یعنی اول امامت و ولایته، کسی قبول نداره حجیت قول، اگر کسی خیلی بی‌انصافه اینم قبول نمی‌کنه، راوی ثقه سنت نبوی. یکی از اینها، در بین مسلمان‌ها کسی وجود نداره که یکی از این 3 شأن رو نپذیره و قبول نداشته باشه. ولذا ما اینی که مورد قبول همه هست، ما شیعه ها بالاترش قائلیم، امامت و ولایت، اما اون دوتای دیگه حجیت قول سنی هم باید قبول بکنه طبق استدلال خودشون و ادله خودشون. این در واقع رمز وحدت و رمز تقریب. آقای بروجردی وحدت هم به کار نمی برد، تقریب می گفت، یعنی کلمه اهل بیت رمز تقریبه. ولذا این که ما میگیم تقریب داشته باشیم با اونها، یعنی هممون بریم سراغ اهل بیت، سنی یا به عنوان حجیت قول یا به عنوان نقل موثق از سنت نبوی. ولذا شیخ محمود شلتوت هم که فتوا داد بر اساس اون شأن دوم، مکاتباتی که انجام شد، که ایشون میگه عمل به مذهب جعفری اشعری که معروف جعفری اثنی عشری چجور مجزی در اصول و فروع، مجزی است، مجزی یعنی کافی است دیگه، کفایت میکنه، که این آقایونم الان مثل احمد و طیب یا مرحوم طنطاوی هم اینا این ذکر رو میکردن که شیعه مذهب پنجمه از نظر ما طبق این فتوا. روی این اساس تفکر آقای بروجردی، تقریبی که آقای بروجردی میگه اینه. تو تقریب آقای بروجردی این فتوا در آمد، تو تقریب آقای بروجردی مجمع البیان تبرسی چاپ شد با مقدمه شیخ مجید سلیم، مراجعات شرف الدین در ازهر چاپ شد، مختصر و نافع علامه، کرسی فقه جعفری، حتی قانون ارث مصر رو که میخواستن بنویسن شیخ شلتوت گفت فقه شیعه اقوا هست از فقه ما. این تقریب آقای بروجردی است، این رمز تقریب، یعنی تقریب آقای بروجردی رمزش کلمه اهل بیته. این تفکر آقای، این تفکر آقای بروجردی در کنار سایر مبانی ایشونه، این منافاتی با هیچ کدوم از مبانی نداره. شیعه از اصالتهای خودش در هیچ کجا دست بر نمی داره، ما هستیم، او بحث کلامی است. این بحثایی که ما میکنیم، بحث دوم، شأن دوم بحث اصولی است، شأن سوم بحث رجالی است، در رجال عامه. شما بیارید یک نفر گفته باشه امام صادق ضعیفه، غیر موثقه، نداریم ما، همه مفتخرن به شاگردی ایشون. این تقریب آقای بروجردیه در چند کلمه، توجه فرمودید، و این تقریبی بود که ایشون دلبستش بود. چرا الان آقای یه سری از افرادی که بلکه سنتی محسوب بله. میشن اینو حال... تقریب بله. رو بله. حال... حالا شما این کجاش میشه اشکال کرد و اشکال گرفت؟ نه کسی که به این اشکال نگه، اشکال حالا. به این آقایی نستش که من کار ندارم حالا وحدت بگن یا چه میگن غیر از این، آقای بروجردی اینو میگه. خیلی متشکر هستم از اینکه عنایت فرمودید، ما جلسه خیلی طولانی بود و برای ما خیلی قابل استفاده بود. انشالله توفیق باشه در آینده باز ما تکمله های بحث توفیق خدمتتون برسیم. و سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. انشالله خداوند توفیقات شما رو بیشتر کنه. من هم تشکر میکنم از زحمات همه عزیزان و حضرت عالی. خیلی متشکرم. بسیارتون کنه انشالله.